دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب شاهزاده عقیم یاس و گلی هرم معصومه و فراش باشی قرار گذاشته بودند که هر و هر یک از آن دو نفر کار لازم و فوری با هم دارند که باید همدیگر را ملاقات کنند یک دستمال قرمز بالای درخت سیبی که وسط حکومتی بود و از هر دو طرف به خوبی دیده میشد آویزان کنند علی هم از این موضوع با خبر بود و خود او چندین مرتبه این مأموریت را انجام داده بود دستمال قرمز در محل خود نصب شد و هنوز چند دقیقه نگذشته بود که معصومه از در فراش خانه خارج شد در پیچ کوچه منتظر فراش باشی ایستاد فراش باشی هم بلافاصله خود را به او رسانده و با علامت دست به او فهمانید که به دنبالش برود در دالان منزل فراشباشی باشی زیر زمین کوچکی بود که هر وقت وی میخواست محرمانه با شخصی ملاقات کند بدون اینکه اهل منزل و خدمه اش بفهمن مراجع اینش را به آنجا می برد. کلید این اتاق هم همیشه در جیب فراشباشی باشی بود. قاعدتا معصوم هم به همان جایی راهنمایی شد و فراش باشی خیلی با عجله کاغذی را که علی آورده بود و او قبلا خوانده و مضمونش را میدانست به دست وی داد و گفت این کاغذی که میخواستید هر کاری دارید زود انجام دهید که باید فوراً سر جایش گذاشته شود معصوم کاغذ را گرفت و هرچه تقلا کرد نتوانست بخواند ناچار به فراش باشی متوسل شد و گفت شما می توانید این کاغذ را بخوانید. فراش باشی کاغذ را گرفته و مثل اینکه برای اولین بار نگاه می کند قدری طول داده و بالاخره عبارتی را که در آن نوشته شده بود خان. معصومه گفت این دروخ ها معلوم است از ناحیه چه اشخاصی منتشر می شود. شما هم که دیگر به ما محرم هستید و از همه چیز با خبر می باشید یقین داشته باشید هرچه نوشته بی ربط نوشته. اما بد نیست شما از روی این کاغذ عبارتش را بنویسید به من بدهید که به نازنین هم نشان دهم فراش باشی این کار را هم انجام داد و نسخه ای که از روی کاغذ نوشته شده بود به دست معصومه داد و از او تقاضا کرد که همانجا توقف کند تا وی مراجعت کند معصومه خیلی زود و با عجله خود را به علی رساند و کاغذ را به وی مسترد کرد علی هم با عجله برای گذاردن کاغذ در محل اولیه به طرف امارت جهانی روان شد فراش باشی دو مرتبه به نزد معصومه برگشت و گفت من هم یک کار لازمی با شما دارم آن وقت داستان آمدن پیر مرد را به طور مفصل شهر داد و اضافه کرد ممکن است برای خود شما هم منفعتی داشته باشد وقتی مسومه فهمید که قاصدی برای گلسنم و امین کاغذ آورده هست التهاب شدیدی پیدا کرده و به فراش باشی گفت حالا من چه باید بکنم زود بگویید فراش باشی گفت شما باید در مقابل پیرمرد بگویید که گلسنم یا امینه هستید ضمنا انعامی هم به او بدهید و کاغذ و پیغامش را بگیرید ولی قبلا به شما بگویم پیر مرد تما و زرنگی است خیلی مواظب خودتان باشید بد نیست که همین الان به او خبر بدهم که شما میخواهید ملاقاتش کنید معصومه گفت ای بی ندارد ولی من اینجا پول همراه ندارم که به این پیر مرد تما بدهم و شما هم که میگویید او فقط پول میخواهد فراش باشی گفت این اشکالی ندارد پول اینجا هست به علاوه به او خواهید گفت صبر کند تا انعامش را بفرستد عمده مطلب این است که از مطالب کاغذ با خبر شویم معصومه گفت پس هر طور صلاح هست عمل کنید من در همین اتاق منتظر هستم و از این ساعت هم گلسنم باجی خواهم بود فراشباشی باشی وارد اتاق بیرونی شد و سلام بلند بالایی به پیر مرد کرد و گفت اقبالت بلند بود که منظورت را به آسانی پیدا کردم و پیغامت را رساندم او خیلی بیشتر از تو عجله داشت که کاغذش را بگیرد و از ساعه در اتاق پایین منتظر توست پیرمرد با تسبیح استخاره ای کرده از جا بلند شد و دست خالی شال خود را کرده و چون مطمئن شد کاغذ در محل خودش از به فراش باشی گفت من هم حاضرم به امید خدا برویم ببینیم چه می شود فراش باشی از جلو و پیرمرد از عقب حرکت کردند و به اتاقی که معصومه منتظر بود رفتن. معصومه خود را در چادر پیچیده ولی مقداری از صورتش را از زیر روبند بیرون گذاشته که پیرمرد بفهمد با پیرزن صحبت می کند. چرا که احتمال میداد قاصد از سند و سال گلزنم برای پیرمرد صحبتی کرده باشد. پیرمرد وقتی وارد شد سلامی کرد و بلافاصله به فراش باشی گفت: اگر زحمتی نیست ما را تنها بگذارید چون غیر از خود ایشان کس دیگر نباید حضور داشته باشد. فراش باشی اشاره سریعی با چشم به مصومه کرد و از در خارج شد وقتی پیرمرد با مسومه تنها ما نزدیکتر آمده و آهسته گفت شما گلسنم خانوم هستید معصومه گفت بله خودم هستم آن پیرمرد گفت شما قاصدی به اسفهان فرستاده بودید معصومه گفت بله پیرمرد گفت خب چطور من بفهمم شما گلسنم خانوم هستید معصومه گفت دروغ که نمیگویم خودم هستم به نظرم عقلت کم شده دو ساعت میفرستی عقب آدم حالا میپرسی چطور بفهمم از هر کسی که میخواهی بپرس آن پیرمرد گفت خیر از کسی نمیپرسم اما باید مطمئن باشم که کاغذ را به دست شما بدهم این که بد نیست اگر کاغذی که متعلق به شما می باشد به دست شخص دیگری بدهم خوب است معصومه گفت خیر امو جان. من از این دقت و مواظبت تو خیلی ممنون و خوشحال هستم حالا بگو ببینم سر قاصد بیچاری ما چه آمد پیر مرد گفت او در منزل من عمر خودش را به شما داد و تا آخرین لحظه ای هم که چشم از دنیا پوشید مسمم بود مأموریتش را به خوبی انجام دهد ولی بختش یاری نکرد و کار نیمه تمام خود را به من واگذار کرد مخصوصا خیلی تاکید کرد که من خود شما را ملاقات کنم و به همدلله حالا توانستم وصیت او را انجام دهم دیگر حوصله معصوم از پرگویی پیرمرد تمام شده بود و میخواست فریاد بزند اما باز هم بر خود مسلط شد و منتظر نتیجه کار ماند پیرمرد گفت قاصد به من اطمینان داد که شما در مقابل این کاغذ انعام خوب و شایسته ای که آتیه مرا تأمین کند خواهید پرداخت حالا میخواهم بدانم این حرف درست بوده یا نه معصومه گفت البته اگر او مأموریت خودش را درست انجام داده و اطلاعاتی که ما خواسته این برایمان آورده باشد شما انعام خوبی خواهید داشت آن پیر مرد گفت خیلی خوب حالا که اینطور از گوش کنید قاصد به من این گونه گفت من به اسفهان رفتم و از اطرافیان آن زن و دختر تحقیق کردم دختری که در اسفهان است دختر خود حاجی می باشد و تازگی هم در آنجا به عقد پسرم موی خودش در آمده. لابد می دانید کدام حاجی؟ یک حس درونی از همین دو سه کلمه ی حرف تا اندازه ای مطلب را برای معصوم روشن کرده بود به همین جهت بدون معطلی گفت بله که می دانم حاجی ابوالقاسم. تردیدی که پیر مرد داشت با این جواب صحیح معصوم برطرف شد حتم کرد مخاطب او خود گل میباشد می باشد و از آن به بعد بدون پروا حرفهای خود را زد و گفت قاصد اطمینان داشت زنی که در حرم سرا به نام دختر حاجی ابوالقاسم معروف است دختر حاجی نیست حاجی فقط یک دختر دارد که او را هم به اصفهان فرستاده به علاوه این کاغذ را هم طرف خود شما در اسفهان نوشته و به یکی یک, یک سوالات شما پاسخ داده در این وقت پیرمرد از لایه چینهای شال خود کاغذی که چند تا خورده و دو سه جایش پاره شده بود بیرون کشید با دستی لرزان به طرف معصوم دراز کرد معصوم در حالی که کاغذ را می گرفت گفت امو جان خود شما هم این کاغذ را خانده اید آن پیرمرد گفت بله مجبور بودم بخوانم. اگر نمیخواندم و مطلبش را به ذهن نمی در صورت گم شدن کاغذ چه کسی می توانست شما را از این موضوع مطلع کند معصومه گفت حق با شماست امو جان درست فکر کنید غیر از این مطلب که گفتید قاصد ما حرفی دیگری نزد و پیغامی دیگری نداد آن پیره مرد گفت برای شما خیر ولی نشانی خانه خودش را به من داد و گفت که خبر فوت او را برای زن و برادرش ببرم ضمنا از انعامی که شما مرحمت خواهید کرد مبلغی به آنها بدهم معصومه با شگفتی تمامی گفت شما که هنوز به خانه او نرفته اید پیرمرد گفت چرا منزل او درست سر راه من بود قبل از اینکه اینجا بیایم رفتم و بزن بیچاره او سر سلامتی دادم و بالاخره نمیشد که آنها را از سرنوشت نان آورشان بیخبر گذاشت مخصوصا مطمئن نشان کردم از انعامی که خواهم گرفت و سهم آنها را خواهم برد معصومه با خود گفت گرفتار مخمسه عجیبی شدیم در مقابل این حوادث من که دست و پای خود را گم کرده و تکلیفم را نمی دانم. باید زودتر خود را به نازنین برسانم و مطالب را با او در میان بگذارم آن وقت کاغذی را که در دستش بود بدون اینکه باز کند و بخواند در جیبش گذاشته و از جا بلند شد و به پیر مرد گفت شما همینجا منتظر باش من همین امشب انعام شما را میفرستم ولی شرطش این است که با هیچ کس دیگر از این مقوله صحبت نکنی و فوراً به ده خود مراجعت کنی توجه و نگهداری زن قاست هم به عهده خود من من آنها را می شناسم و خودم وضعیتشان را مرتب می کنم پس از گفتن این حرف از اتاق بیرون آمد و آزم حکومتی شد در وسط دالان به فراش باشی برخورد که با بیتابی انتظار وی را داشت ولی معصوم مجال سخن گفتن به او نداده گفت فراش باشی سعی کنید پیرمرد از اینجا خارج نشود او یک پیر مرد دیوانه ی خیال بافیس یک حرفای پوچ و بی سر و تهی می زند که انتشارش در حرم سرا و شهر به هیچ وجه صلاح نیست برای همه ما بد است و من الان می روم و پولی برای او می فرستم و باید زود دست به سرش کرد فراش باشی گفت اما کاغذ چه بود؟ او همه اش از یک کاغذ حرف میزد. زد معصومه گفت کاغذش هم مثل حرفهایش بود حالا موقع این صحبت ها نیست بعدا همه چیز را به شما خواهم گفت دیگر معطل نشده به سرعت از در بیرون رفت و فراش باشی را متحیر و متفکر در جای خود باقی گذاشت نازنین با یکی از کلفت ها مشغول مرتب کردن اسباب همام خود بود که مسوم سراسیمه و مسترب وارد شد با وضعی غیر عادی دست او را گرفت و از جای بلند کرد و به اتاق نشی من برد در مقابل نگاه استفهام آمیز نازنین انگشت را روی بینی خود گذارده و او را امر به سکوت داد وقتی تنها شدن نازنین مستربانه پرسید کاغذ را به دست آوردی معصومه گفت آن کاغذ و خیلی چیزهای دیگر را به دست آوردم حواست جمع باشد دشمنان ما خیلی بیشتر از آنکه فکر می کردیم زرنگ و ایارن آن وقت داستان آمدن پیرمرد به حکومتی و تقاضای ملاقات شاهزاده و آنچه که از اول تا آخر گذشته بود برای نازنین شهر داد در انتها کاغذی هم که پیرمرد به وی داده بود به دست نازنین داد نازنین هر قدر بیشتر میخوان رگ های گردنش زیادتر بالا می آمد و صورتش گلگونتر و علامات غضب و خشم بر چهره اش آشکارتر می شد. پس از فراغت از خواندن سر را بلند کرد و گفت تا به حال چند نفر از مضمون این نامه مطلع شدن معصومه گفت اینطور که پیرمرد مرد می گفت فقط خود او مستحضر است و تا به حال کاغذ را به دیگری نشان نداده. قاصد هم که مرده و دیگر در این دنیا نیست. نازنین گفت پیرمرد و هر کس دیگر که از این موضوع مطلع است باید نزد قاصد برود به قدری لحن نازنین در موقعی ادای این عبارت قاطع و محکم بود که دل معصومه را با تمام قوت قلب و استحکام به لرز درآورد نازنین پس از مدتی فکر گفت از سفدر چه خبر معصومه گفت سفدر در زندان مشغول روز شماریس و امیدش به کلی از جهانگیر میرزا قطع شده نازنین گفت فراش باشی با ما چطور است آیا حاضر از هرچه میگوییم انجام دهد معصومه گفت خیال میکنم حاضر باشد اگر موضوع این پیرمرد او را مشکوک نکرده باشد نازنین گفت اگر کار ما از این صحبت ها گذشته. پشت پرده نشستن و تماشا کردن فایده ندارد. این کارها نتیجه این است که من اختیار خود را به دست شما دادم. اگر خودم کارها را در دست گرفته بودم هیچ وقت این غذا یا پیش نمی آمد. اصلا چرا باید قاصدی به طرف اصفهان برود و ما مطلع نشویم؟ دشمنان من با آزادی عمل هر کاری دلشان میخواهد میکنند و حالا شما آمده اید برای من داستان سرایی میکنید از این به بعد فقط دستورات من باید اجرا شود ملتفت هستید خالجان چه میگویم معصومه که در مقابل عصبانیت و اوقات تلخی شدید نازنین خود را باخته بود با لحن آجزان ای گفت عزیزم خاله جان خیلی وقت است که من فقط دستورهای شما را انجام می دهم و تا به حال سر خود کاری نکردیم نازنین گفت این درست است اما خیلی قافل بودیم اگر چند وقت دیگر به این منوال بگذرد باید دست بست منتظر میر غضب بنشینیم معصومه گفت بفرمایید حالا چه کار باید کرد نازنین گفت از سائه می روی نزد فراش باشی و به او می گویی که امشب منتظر او هستم یک ساعتی بیاید اینجا کار لازمی دارم معصومه گفت فراش باشی به امارت شما بیاید نازنین گفت بله به امارت من خیلی تعجب می کنید معصومه گفت تعجب هم دارد اگر یک روز این موضوع آشکار شود چه خواهد شد نازنین گفت همین موضوع هاست که مرا عصبانی می کند گفتم اگر می ترسید و میل ندارید به دستور من رفتار کنید همین حالا از یکدیگر جدا شویم معصومه در حالی که اشکش جاری شده بود گفت من عمرم را کردی ام برای خودم ترسی ندارم این ترس برای شماست نازنین گفت خواهش می کنم برای من دل سوزی نکن و هرچه می گویم انجام بده معصومه گفت چشم چه موقعی بیاید نازنین گفت پس از غروب آفتاب هر ساعتی که می خواهد باشد معصومه گفت آخر جلوی این همه چشم چطور فراش باشی اینجا بیاید نازنین گفت فکر این کار را کردیم خیلی وقت بود که هر وقت از امارت بیرون میرفتم و داخل باغ می شدم. یک در کوچک از داخل باغ به دیوار امارت می دیدم ولی هرچه جستجو کردم از این طرف اثری پیدا نکردم تا پریروز که پی بردم این در به داخل اتاق صندوق خانه راه دارد و از این طرف یک در کشویی به رنگ دیوار نصب شده اگر این در را بالا بکشن آن در آشکار می شود این رمز را هم همینطور فهمیدم که یکی از بچه کلفت ها را بردم مقابل در و با دادن چند تک شیرینی او را وادار کردم از خارج با سنگ به آن در بکوبد خودم داخل امارت شده و گوش دادم که صدا از کجا می آید. فهمیدم که درست به راه روی اتاق صندوق خانه باز می شود یک کمی که هوا تاریک شد دو نفری کشو را بالا می کشیم به فراش باشی هم بگو از داخل باغ و پشت امارت از همان در بیاید معصومه گفت با پیرمرد معامله ای کنیم انعامش را بدهیم یا نه نازنین گفت تمام این قضایا پس از ملاقات من و فراش باشی معلوم خواهد شد شما فورا پیغام مرا به فراش باشی برسان معصومه برای اجرای دستور نازنین یک بار دیگر به فراش خانه رفت و این بار به زحمت توانست فراش باشی را در محل خلوتی پیدا کند و پیغام نازنین را به او برساند فراش باشی از شنیدن این حرف قدری چشمای خود را مالید مثل اینکه خواب می بیند یا تازه از خواب بیدار شده وی فکر می کرد چطور ممکن است حضرت والا او را تک و تنها به امارت خود احزار کند ولی زبانبازی های معصومه و یاد دادن راه مخفی و وعده های دور و دراز او را حاضر کرد که چهار ساعت از شب گذشته به آنجا برود درست چهار ساعت از غروب آفتاب گذشته بود که فراش باشی با زانوهایی لرزان و قلبی پر از تپش به طرف امارت نازنین روان شد. مقدمات ورود او از هر حیث فراهم گشته و به محض اینکه دستش را به در نزدیک کرد در باز شد و صدای آهسته معصوم او را دعوت به دخول کرد. از چند پله پرپیچ و خم که صندوقخانه خانه را به اتاقهای بالا متصل می کرد در پرتو نور چند شم که روی پله ها گذاشته بودند بالا رفت و وارد اتاق مجللی شد بوی دلاویز عطر گل کاشان و تزئینات زیبا و فرشهای قیمتی و سایر اساسیه گرانبهای اتاق که با سلیقه خاصی منظم شده بودند و نور لرزان چهل چراغ‌های بزرگ بر شکوه آنها می افزود. فراشباشی بیچاره را که خیال می کرد منزل خودش مجلل ترین منازل شیراز است در حیرت و اعجاب به تحسین فرو برد. هنوز از این حیرت بیرون نیامده بود که صدای خشخش پیراهن ابریشمی زنان ایراک که نماینده ورود نازنین بود او را دوچار حیرت بیشتری کرد. نازنین در حالی که بهترین لباسهای خود را پوشیده و خود را به بهترین وچی آراسته بود. یک چادر صورتی رنگ نازکی بر سر انداخته و با اینکه روی خود را گرفته بود زیاد هم اصرار نداشت که تمام بدنش پوشیده و از مقابل چشمان این مرد چهل و ساله که در مدت عمر جز ایال معقوده خود زنی را ندیده بود پنهان بکند فراش باشی در همان حال حیرت تعظیم بلند بالایی کرده و از شدت خجالت در همان حال رکو باقی ماند وی در دل برای این زنی که با این همه یه حشمت و جلال جلویش ایستاده بود صورتهای مختلفی فرض می کرد ولی جرأت آن را نداشت که سر بردارد و به چشم سوگلی حضرت حاکم بنگرد او در تمام مدت اون با مردهای گردن کلوف زندانیان عجیب و غریب فراشهای سبیل چخماقی چوب و فلک و زنجیر سر و کار داشت هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که در محضر خانومی زیبا و محترم آن هم در آن موقع شب و با آن حالت حاضر شود این موضوع موجب شده بود که عرق خجالت از سر و روی او سرازیر شود و قلبش به طوری بتپد که صدای آن به گوش نازنین برسد نازنین که پی برد وجودش با آن حال چقدر در این مرد مؤثر واقع شده نزدیک رفت و با آهنگی آمیخته به یک دنیا اشرو و ناز گفت جناب فراش باشی خیلی خوش آمدید خیلی ممنونم که تقاضای مرا پذیرفتید خواهش می کنم قدری بنشینید دو سه کلمه حرف مختصر با شما دارم خالجانم از زحمات و محبت های شما خیلی برای من تعریف کرده اند و مخصوصا من خواستم حضورا از شما تشکر کنم و رضایت خودم را شفاهن به شما بگویم. لحن دلانگیز نازنین که به گوش فراش باشی مانند آهنگ های جان بخش موسیقی صدا می کرد لحظه به لحظه او را بیشتر تحت تأثیر قرار می داد و به همان نسبت از خجالتش می کاست. نازنین پس از قدری اظهار تشکر و رضایت گفت جناب فراش باشی در زندان به سفتر چطور می گذرد؟ فراش باشی گفت به مرحمت خانم خیلی خوب از روزی که دستور فرمودید همه گونه به او توجه می شود نازنین گفت میخواستم از شما خواهش کنم او را با خود یک ساعتی به اینجا بیاورید شنیده ام آدم زرنگ و باهوشی است معلوم نشد به چه علت فراش باشی از تعریفی که نازنین از صف در کرد خوشش نیامد بیشتر از این دستور کسل شد ولی یک نگاه نازنین که برای اولین بار به چشم او افتاد تمام این احساسات را از بین برد با عجله هرچه تمام تر گفت به چشم اطاعت می کنم هر ساعتی که مقرر بفرمایید اینجا حاضر می شود نازنین گفت خیلی ممنونم هنوز این کلمه در دهان نازنین بود که معصوم سراسیمه وارد اتاق شد و بدون ملاحظه از حضور فراش باشی به جانب نازنین که از ورود بی موقع او عصبانی شده و با نگاه خشناکی او را مین گریس رفت و سرش را نزدیک گوش وی برده و گفت جهانگیر میرزا از پله ها بالا آمده و دارد به طرف این اتاق می آید. نازنین وقتی خبر ورود جهانگیر را شنید یک بار قلبش فرو ریخت مانند ساعتی که از کار بیفتد مغزش از تفکر و اخز تصمیم باز مند. آثار استراب و وحشت در رخساره او آشکار شد و اگر فراش باشی سرش را بلند می کرد و قیافه وی را می دید به طور قطب به راز درونیش پی می برد. ولی فراش باشی در عالم دیگری سیر می کرد او را در آن لحظه بادل دل خود گفتگوها داشت رازها و نیازها می کرد گاهی عقل او را از این هوس شیطانی سرزنش می کرد و به او می گفت این چه خیال خام و فکر باطلی است که در یک لحظه تو را مسخر کرده مثل اینکه از جان خود سیر شده یا از سر آبرو و زن و فرزند گذشته ای ولی یک میل شدید و یک هوس آتشین چون شعله ای در قلبش زبانه میکشید. او را تحریس و تقریب میکرد. زانوهایش بی اختیار میلرزید و قلبش به شدت میتپید. اگر معصوم خبر ورود جهانگیر را نداده بود، نازنین فوراً به راز درون وی پی میبرد. ولی اضطراب و نگرانی خود نازنین بیش از آن بود که متوجه حال فراش باشی شود و در حالت او دقیق شد نازنین در عرض چند توانست بر خود مسلط شود و افکار خود را باز یابد آنن تصمیم گرفت و در صدد اجرایش در آمد و با خود گفت هرچه باد آباد. باید فعلا خود را از این خطر غیر مترقبه برهانم به همین دلیل با اشوه و ناز زیادی خود را به فراش باشی نزدیک کرد خیلی نزدیک به اندازه ای که فراش باشی گرمی مطبوع و دلچسب سخنان او را که از دهانش خارج می شد روی گونه های خود حس می کرد سرش را نزدیک گوش فراش باشی برد و گفت پیش از آن که آفتاب فردا صبح طلوع کند باید سفتر از زندان آزاد شود اول با خود شما اینجا خواهد آمد ولی دیگر به زندان بر نمی گردد خبر فرار سفتر هم همین الان که از اینجا مراجعت می کنید باید منتشر شود مخصوصا جهانگیر میرزا باید همین امشب بفهمد که سفتر امروز از, از اینجا فرار کرده جزئیات کار هم به عهده خود شماست این حرف را زد و قدری بیشتر چادر خود را باز کرد و اندام خود را زیادتر عرصه نگاه فراش باشی که مبهود ایستاده بود کرد با حرکتی خیلی مطبوع و عاشق کشی به طرف در اتاق روانه شد فراش باشی خاص اعتراض کند و موانع را برای او شهر دهد مسئولیتی که از این راه دامنگیر او می شود بگوید ولی تمام حرفهایش از سینه به زبان رسید و از زبان خارج نشد نازنین در آخرین لحظه خروج روی خود را به او کرد و گفت بقیه دستورات را معصوم خانم به شما می گویند این را گفت و چون شبهی از نظر فراش باشی دور شد فاصله این اتاق و اتاقی که جهانگیر چند مرتبه به آنجا آمده بود خیلی زیاد نبود ولی از چند در و یکی دو راه رو میگذشت و نازنین ضمن این مسافت توانست آثار استراب و تشویش را از صورت خود برطرف کند طوری وانمود کند که تازه از خواب برخواسته و این مدت را نیز مشغول مرتب کردن سر و وضع خود بوده جهانگیر با بی سبریه تمام در اتاق قدم میزد. این همان اتاقی بود که پنجره اش مشرف به باغ و بر محلی که جهانگیر هر روز می ایستاد مسلط بود. نازنین که وارد اتاق شد پشت جهانگیر به طرف او بود و نازنین ناچار شد برای متوجه کردن جهانگیر به حضور خودش شروع به صحبت کند. در نتیجه خیلی آهسته گفت چقدر از آمدن شما خوشبخت شدم اولین دفعه ای بود که جهانگیر پس از این همه مدت این حرف را از نازنین می شنید. با یک حرکت سری به عقب برگشته و مثل اینکه نمیتواند حرف نازنین را باور کند چشمهایش را به حال تعجب باز کرد و گفت راستی از آمدن من خوش وقت هستید نازنین گفت وقتی انسان امیدواری و پناهش منحصر به یک نفر باشد آیا از دیدن او خوش وقت نمی شود؟ لحن کلام و طرز صحبت که استمداد یک زن زیبا و خوشگل را مجسم می کرد کار خود را کرد جهانگیر اوقات تلخی و قیز و غضب خود را از یاد برد و خیلی دوستانه به او نزدیک شد و گفت راستی شما مرا پشتیبان خود می دانید و به من امیدواری دارید نازنین گفت چه چیز موجب می شود که دروغ بگویم وقتی انسان در بین یک عده دشمن و حسود گیر می افتد وقتی همه دندان های قذب آلود خود را نشان می ناچار است که گاهی پیدا کند من هم تکه گاهی بهتر و محکم از شما کجا پیدا کنم در بین صحبت نازنین جهانگیر آنقدر به او نزدیک شده بود که بوی دلاویز موهای او را استشمام می کرد و لحظه به لحظه بیشتر انان اختیار خود را از دست می داد. لیکن نازنین با چالاکی غیر قابل توصیفی خود را از دسترس جهانگیر دور کرد چون حد میزد که لابد معصومه تا به حال فراش باشی را دست به سر کرده تا با صدای بلند او را احزار کرد جهانگیر که باز شکار را از دسترس خود دور دید متغیر شد و گفت خودتان تنها برای فریب دادن من کافی هستید لازم نیست از آن پیرزن ایار استمداد کنید نازنین حالت متعجبی به خود گرفت و گفت چطور من شما را فریب بدهم خدا نخواسته باشد که من در صدد فریفتن شما باشم راست گفته انکه که شاهزاده ها حالت ثابت و پا بر این ندارند شما الان به من اظهار لطف می کردید ولی یک مرتبه متغیر شدید جهانگیر گفت کار من و شما از این چیزها گذشته دیگر همه اهل حرم سرا می دانن که شما مشغول فریب دادن من هستید این کاغذ را بخوانید و ببینید چه نوشته نازنین مثل اینکه هیچ از موضوع کاغذ اطلاع ندارد با حرص و ولع زیادی کاغذ را از جهانگیر گرفت با دقت تمام مشغول مطالعه شد او از خدا میخواست جهانگیر این کاغذ را به او نشان داده و موضوع را مطرح کند به همین جهت پس از قدری تأمل زیر لب به طوری که جهانگیر بشنود گفت دنیای کتاب صوتی